یک سال بعد از ترور قاسم سلیمانی در ایران مراسمی حکومتی برگزار شد و در عراق هوادارانش تجمع کردند. امشب میپرسیم که کشورهای منطقه چطور به سالگرد ترور سلیمانی نگاه میکنند و چرا ایران نتوانسته هنوز وعده انتقام سخت را اجرا کند. در ادامه برنامه امشب، از تیشرت تا نماهنگ قاسم سلیمانی، چهره پرنفوذ چطور از سایه درآمد؟ از یک افسر اطلاعاتی پیشین ارتش آمریکا میپرسیم چرا فرمانده سابق سپاه قدس ابزار تبلیغاتی ایران و غرب شد. نفس‌تنگی شهرهای ایران از آلودگی هوا، وزیر نفت میگوید از سر ناچاری مازوت مصرف میشود. و هزینه های اقتصادی آلودگی هوا در ایران چقدر است؟ برآوردها از خسارت 30 میلیارد دلاری میگویند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک سال از عملیاتی غافلگیر کننده در عراق گذشت که خاورمیانه را تا پرتگاه یک جنگ تمام عیار پیش برد. پهپادهای آمریکا به یک باره در آسمان بغداد ظاهر شدند و در عملیات آذرخش کبود قاسم سلیمانی را از میان برداشتند. جمهوری اسلامی وعده انتقام سخت داد و هنوز حرف از انتقام می‌زند. زمانی رهبر ایران میگفت دوران بزن در رو گذشته، ولی چرا حکومت اون نتوانسته این ضربه کاری را تلافی کند؟ ضربه ای که چهره پرآوازه و بلند پرواز منطقه جمهوری اسلامی ایران را از میان برداشت و موقعیت حکومت ایران را در منطقه به شدت تضعیف کرد، دست کم از نظر تبلیغاتی. این بیعملی نشان از چه دارد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. میدان تحریر بغداد امروز، حامیان و افراد هشت شعبی، طرفداران ایران و طرفداران قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در اولین سالگرد ترور آنها. قاسم سلیمانی بانی هشت شعبی بود و ابو مهدی مهندس بالاترین مقام آن. امروز هشت شعبی چند پاره اما مصمم. هدف اصلی حالا بیرون راندن آمریکاست از عراق و از منطقه، همان هدف و خط ایران، چیزی که آنها را در مقابل دولت عراق هم قرار داده. هزاران نفر از افراد و حامیان هشت شعبی از دیشب با اتوبوس به بغداد آورده شدند برای این نمایش قدرت. انتظار کننده میگوید از دولت میخواهد در مقابل آمریکایی ها که مسئول این قتل بودند موضعی آشتی ناپذیر بگیرد. اینها زنده اند و نمردند. تلویزیون ایران هم این تجمع را در بغداد به طور زنده پخش کرد. این گوشه ای از سخنان هادی آمری، جانشین رئیس هشت شعبی. شهید سلیمانی و مهندس، مکتب جهادی، مکتب آزادی بخشی و آزادی را بنا کردند که هزاران جوان در آن درس می آموزند و هزاران نفر آماده فداکاری و ایثارگری در این مکتب و در محور مقاومتند. در مراسم افتتاحیه در تهران امروز از کتاب خاطرات قاسم سلیمانی پرده برداری شد، کتابی با عنوان از چیزی نمیترسیدم، در مراسمی که دختر او هم سخنرانی کرد. من به نمایندگی از خانواده حاج قاسم برای ایشان هدیه‌ای برده بودم. این هدیه زندگی نامه به قلم حاج قاسم بود. در تبلیغات رسانه‌های ایران قاسم سلیمانی در روزهای گذشته به اسطوره‌ای تبدیل شده، مافوق انسان، حامی بزرگ مظلومان و مبارز با آمریکا. در جنوب لبنان حزب الله مراسمی در کنار مرز با اسرائیل برگزار کرد، برافراشتن پرچمی با تصویر قاسم سلیمانی بر آن، کسی که مسئول گسترش نفوذ نظامی ایران در منطقه بود و افزایش توان موشکی حزب الله. اگر واقعا فرصتی برای این رهبر حزب الله امروز در سخنانی به مناسبت این سالگرد که مستقیما از تلویزیون ایران پخش شد، به برکت مقاومت و موشک های مقاومت و سلاح مقاومت و همین موشک هایی است که ایران اسلامی به مقاومت داد و سوریه به ما داده است. در سالگرد ترور قاسم سلیمانی دیشب مراسمی هم در کنار دیواری در بیرون فرودگاه بغداد برگزار شد، جایی که اتومبیل او هدف دو راکت یک پهپاد آمریکایی قرار گرفت.
دیواری که حالا به نمادی تبدیل شده از آنچه که ایران و نیروهای هشت شعبی آن را نماد مقاومت می‌دانند. مقاومت در کشورهای منطقه علیه آمریکا. کسرانجی بی بی سی. ما با یک تحلیلگر سیاسی اهل سوریه و مدیر مرکز مطالعات گنسوس هم صحبت میکنیم، ولی فعلا عرفان قانعی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز ضد تروریسم از واشنگتن با ما هستن. آقای قانعی فر نویسنده کتاب شبکه فراملیتی تروریسم هم هستن. آقای قانعی فر، امروز هزاران نفر در بغداد جمع شدند در تجلیل از قاسم سلیمانی و همینطور ابو مهدی مهندس. شخصیت هایی هستند که مرگ پایان کار اونها نیست. آیا قاسم سلیمانی رو هم میشه جزء همونها به حساب آورد؟ عرض کنم که در عرصه تبلیغات به ویژه در کشورهایی که مشهور به کشورهای اسلامی هستند، تبلیغات اسلامی در واقع فقط یک نوع رسانه ها رو پر از عکس و مطالبی رو کردن هست که این مطالب هیچ جایگاه و پایگاه تاریخی نداره. بله، با مرگ قاسم سلیمانی هم از بین رفت و شخصیت اسطوره‌ای افسانه‌ای ساختن هم در دنیای فعلی ره به جایی نخواهد بود. ایشون در واقع مرد و تمام استراتژی خودش رو هم با خودش به زیر خاک برد و در واقع حمایت کردن از گروه‌های تروریستی و شبکه تروریستی در داخل خاورمیانه حتی تا امریکای لاتین در دنیای مدرن و روابط بین‌الملل جایگاه و پایگاهی نداره و اسم خط مقاومت گذاشتن روی چیزی بازی با کلمات هست، ولی در عالم واقعیت در عرصه روابط بین‌الملل از هر زاویه‌ای بهش نگاه بکنیم هیچ جایگاهی به صورت پایدار در تاریخ دیپلماسی ایران و منطقه نخواهد داشت و بیشتر بازی تبلیغاتی است. وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، هزاران نفر و بلکه میلیون ها نفر در ایران در تشییع جنازه او شرکت کردند. حکومت سعی کرد که از نبود او بهره تبلیغاتی ببره. بیشتر منظور من این بود که آیا این حربه و این شگرد به کار حکومت ایران میاد یا نه؟ عرض کنم که خیر. در حکومتی که ساختارش خلافت اسلامی است، خلافت اسلامی ولایت فقیه، خیلی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی براشون ارزش داره، مثل ایام جنگ بی سبب و علت ایران و عراق که در اون موقع مسئول تبلیغات جنگ همین آقای خاتمی بود. و خب اون تبلیغات ایام جنگ به کجا رسید؟ عملیات ناموفقی که جوانان مرز و بوم رو به مردابهای جنوب ایران و یا کوههای مرز کردستان از بین رفتن، اون تبلیغات الان کجاست؟ چه جایگاهی در تاریخ ما داشت؟ هیچ. فقط در واقع فرزندان این آب و خاک و سربازان این آب و خاک از بین رفتن به خاطر هوسرانی و به خاطر ساخت هلال شیعی و به خاطر اینی که در واقع ایران رو بخوان در منطقه به عنوان قدرت برتر نشون بدن، که باز این هم ره به جایی نخواهد بود. اینی که شما میفرمایید میلیون ها نفر، این در واقع یک نوع شامورتی بازی رسانه‌ای بود، ولی بعد از چند روز وقتی به خاطر یک آدم مرده که زیر خاک هست و دیگه هیچ حتی فقط یک دست ازشون باقی موند، اون وقت بیان و اون فاجعه هواپیما رخ داد، مردم ایران هم فریب رسانه‌ای رو متوجه شدن و بعد به داخل خیابان اومدن. پس بنابراین نمیشه گفت که موفقیت آمیز بوده تبلیغات و مرده پرستی که حکومت خواست اون رو رواج بده تحت زیر پرچم قاسم سلیمانی و یک مرد فرا انسانی رو معرفی بکنن که در عالم واقعیت هم واقعا اینجوری آدمی نبود. به خاطر اینکه تجربیاتی که من در عراق دارم، یکی دوباره که ایشون رو در مذهب جلال طالبانی زنده یا جلال طالبانی دیدم، واقعا این آدم اون شخصی که اینا معرفی میکنن نیست و خودش هم معمولا حتی موقع غذا خوردن یک آدمی بود مثل بقیه ماها، قاشق و چنگال دستش میگرفت و میخورد، لابلای غذا خوردنش حرف میزد و این چیزی که الان اینا دارن توصیف میکنن یک شخصیتی است که در واقع انگار در کل بشریت فقط دو نفر هست اینطوری باید باشه، یکی خامنه‌ای یکی قاسم سلیمانی. همچی چیزی به نظر من در تاریخ پایدار نخواهد. منظورتون این هست که از شخصیت قاسم سلیمانی تصویری ساخته شده که با واقعیت منطبق نیست. آیا این تصویرسازی به نفع جمهوری اسلامی بوده یا اینکه با از میان برداشته شدن و ترور قاسم سلیمانی ضربه بیشتری به حاکمیت زده؟
عرض کنم که ضربه بیشتری به حاکمیت زده. این که از ایشون به عنوان سردار دلها و غیره نام میبرند در تلویزیون‌های ایران، ایشون نقشش مثل شمشیرزن‌های اوائل حمله عرب به ایران، مثل مثلا سعد بن ابی وقاص هست. ایشون چه جایگاه و پایگاهی برای منافع و مصالح ملی ایران داره؟ چه کمکی به منافع ملی ایران کرد؟ چه دستاوردی در واقع داره برای رشد آزادی و دموکراسی در جامعه ایران؟ هیچ. در عالم رسانه، در عالم نظامی هم ایشون چه کمکی به توسعه صنایع نظامی ایران داشت؟ هیچ. بلکه در واقع خزانه ایران رو خرج کردن برای شبکه فراملیتی تروریستی که بیش از 12 گروه تروریستی که توسط نهادهای بین‌المللی حتی جدیداً در لندن حضرت عالی هم دارن روی این مسئله بررسی میکنن که بسیاری از اون نهادها رو به عنوان تروریسم ازش در اون کاتگوری قرار بدن، در اون طبقه بندی قرار بدن. حکومت هم شخصی رو جانشین کرده به اسم اسماعیل قاآنی، شخصی بسیار ضعیف، شخصی زیر سایه قاسم سلیمانی که ایشون تخصصش شرق ایران و رابطه با القاعده و طالبان هست. خیلی ممنونم از عرفان قانیفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز ضد تروریسم از واشنگتن با ما. طرف دیگر البته عمار وقاف، تحلیلگر سیاسی اهل سوریه رو داریم و مدیر مرکز مطالعات گنوسوس که در همین لندن هستند. آقای وقاف، قاسم سلیمانی از حامیان اصلی بشار اسد بوده، نبود او در یک سال گذشته چه ضربه‌ای به حکومت سوریه و شخص بشار اسد زده؟ شب بخیر، متشکرم که منو دعوت کردیم. من فکر کنم در یک سطح سطحی خیلی واضحه که رابطه خیلی نزدیکی بین رئیس جمهور سوریه بشار اسد و جنرال قاسم سلیمانی وجود داشت. بنابراین در یک سطح فردی احتمالاً سوگواری هم در کار بوده. اما در دراز مدت اگه بخوایم قضیه نگاه بکنیم، بحث نهادی است تا بحث شخصی. بحث رابطه بین ایران و سوریه هست و حدس من اینه که دو کشور ایران و سوریه سعی خواهند کرد که در تلاش برای رسیدن به اهداف مشترکشون تلاش بکنن، چه قاسم سلیمانی باشه چه نباشه. هرچند نبود قاسم سلیمانی و تجربه او و مهارت‌های او بسیار زیاد هست، ولی اما کسان دیگری هستن که میتونن راهش رو ادامه بدن. فکر میکنید که افرادی که به جای آقای سلیمانی گماشته شدند، تعیین شدند، در سطح و اندازه قاسم سلیمانی در سوریه امکان بروز داشته باشند؟ من واقعا نمیتونم قضاوت بکنم به لحاظ شخصی. ما چیز زیادی درباره قاسم سلیمانی نمیدونیم و بعد از اون آقای قاآنی درباره اونها هم به اندازه کافی نمیدونیم، برای اینکه قرار نیست این چیزها عمومی بشن. اما من بار دیگه تکرار میکنم، رابطه بین ایران و سوریه یک رابطه نهادی هست تا یک رابطه شخصی. مشاوران نظامی زیادی خواهند بود، مسلما هر فرماندهی رویکرد خاص خودش رو داره. احتمالاً کسانی که جای قاسم سلیمانی رو گرفتن رویکرد متفاوتی خواهند داشت، شاید مقداریش دلایل شخصی باشه، شاید هم به خاطر اینکه چالش‌ها و شرایط فرق کرده. همه اینها چیزهایی هستن که ما در حال حاضر اطلاعات کامل دربارش نداریم، اما اونجوری که ما قضیه رو تحلیل می‌کنیم این هست که این همکاری بین دولت‌های ایران و سوریه است، همکاری که 40 سال ادامه داشته و تحت تأثیر از دست رفتن یک فرد قرار نمی‌گیره. بسیاری وقتی قضایای سوریه رو دنبال می‌کنند از صدها هزار نفری یاد می‌کنند که کشته شد، از میلیون‌ها نفری یاد میکنن که آواره شدن. اتحادیه عرب تخمینش اینه که 400 هزار نفر در سوریه کشته شدند. آقای سلیمانی رابطه نزدیکی با یک طرف دعوا داشت. چقدر از مسئولیت اینها برمیگرده بر عهده او؟ خیلی خوب، پس بذارین من یه ذره تجربه شخصی خودم با شما در میون بذارم. من یک شهروند سوری هستم، مسلما منم اینجا منافعی دارم.
بله، مردم سوریه به دو قسمت تقسیم شدن. دو تا پروژه مختلف هستند، دو تا ایده مختلف هستند که دارن برای تصاحب سوریه می جنگند. من اقوام زیادی داشتم، دوستان زیادی داشتم، آشنایان زیادی داشتم که در سوریه به خاطر حمایت غرب و حمایت اتحادیه عرب مردند. آیا آمریکا اتحادیه عرب مسئول این کشتارها هستند؟ بله، به نظر من هستند. اون جوری که من مسئله رو می‌بینم، یا شخصا میتونم به شما بگم، اینه که ایران از همون اول شروع درگیری در سوریه اون چه که دید این بود که کشورهای زیادی دارن سعی می‌کنند در امور سوریه دخالت بکنند و این دخالت کشورهای دیگه در امور سوریه رو چالشی برای امنیت خودش دید. از همین جهت تصمیم گرفت حمایت بکنه از حکومت سوریه تا بتونن در برابر اون چالشی از خودشون دفاع کنن که متوجه خودشون میدیدند. بنابراین یک هدف مشترکی بین ایران و سوریه وجود داشت. اگر شما به این فاجعه سوریه از نقطه نظر یک شهروند سوریه نگاه کنید، یک تراژدی بزرگ بوده. اما خارج از سوریه به این مسئله نه به چشم یک فاجعه، بلکه به عنوان یک مساف دیده میشه با بازیگران مختلف، صحنه پردازان مختلف. هر کدوم از این بازیگران دنبال منافع خودشون هستند. ایران هم در اون زمان و همین الان منافع خودش رو داره میبینه و این منافع رو در بقای حکومت فعلی سوریه میبینه و تمایل داره که این جناح حاکم در سوریه در قدرت بمونه. بله، خیلی ها کشته شدند، قاسم سلیمانی هم در این قضیه نقش داشت، اما نمیشه گفت میراث قاسم سلیمانی کشتن مردم سوریه بود. برای اینکه برای خیلی ها در خود سوریه، خیلی از مردم سوریه، کاری که سلیمانی کرد کار با ارزشی بود، چه در مبارزش با اسرائیل، چه در تقویت بنیه‌های دفاعی سوریه و دفاع سوریه در برابر تجاوزگری‌های اسرائیل. بحران سوریه، جنگ داخلی سوریه واقعا ناراحت کننده است، خون‌های زیادی ریخته شده، ولی آیا قاسم سلیمانی مسئول این خونریزی هاست؟ آیا میشه گفت تو مسئول تنها مسئول این خونریزی هستی؟ خیر، به نظر من، برای اینکه این بازی خیلی بازی بزرگتره. میتونیم بگیم که خیلی کشور حوزه خلیج فارس مسئولن، ترکیه مسئولن، اسرائیل مسئولن، برای اینکه اونا هر روز دارن سوریه رو بمباران میکنن. ممنونم از عمار وقاف، تحلیلگر سیاسی اهل سوریه و مدیر مرکز مطالعات نسوس از لندن. یک سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، این سال مطرح است که اثرات این اقدام چه بود؟ این موضوع رو از زوایای مختلفی میشه بررسی کرد، از بهره تبلیغاتی که دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ برد تا محروم کردن جمهوری اسلامی از یک نظامی با تجربه و وفادار. کیوان حسینی نگاهی کرده به اینکه فرمانده سابق نیروی قدس چطور به چهره فوق‌العاده مشهور بدل شد و این شهرت چه پیامدی برای ایران داشت. سپاه قدس بدون قاسم سلیمانی، گفتمان محور مقاومت بدون قاسم سلیمانی و خاورمیانه بدون قاسم سلیمانی. یک سال بعد از ترور فرمانده سپاه قدس، اثرات و تبعات این اقدام چه بوده؟ بسیاری برای پاسخ به این سوال به فقدان یک فرمانده نظامی با شخصیتی کاریزماتیک یا استعداد ویژه عملیات نظامی فکر می‌کنند. اما یکی از مهمترین اثرات کشته شدن سلیمانی نتیجه وضعیت منحصر به فردیه که شهرت این فرمانده نظامی به وجود آورده. او به یکی از معروفترین نظامیان تاریخ معاصر ایران تبدیل شده بود و حالا که یک سال از کشته شدنش توسط ارتش آمریکا گذشته، زمان مناسبیه برای قضاوت درباره اونچه رخ داد و واکنش ایران به مسئله. این شهرت استثنایی نتیجه اقداماتی بود که برخیش توسط قاسم سلیمانی انجام شد و برخیش هم به دلیل گمانه‌زنی‌ها و حتی گاه تخیلات روزنامه‌نگاران و تحلیلگران غربی بود. همه چیز از جنگ عراق شروع شد، جایی که قاسم سلیمانی وارد اون جنگ شد و برخلاف روش‌های معمول سپاهی‌ها در خارج از کشور با اسم خودش فعال شد. سال 2008 سلیمانی به دیوید پتراوس پیام داد و گفت که سیاست ایران در عراق و افغانستان و لبنان تحت کنترلشه. ظاهرا می‌خواست یه ارتباط مخفیانه با فرمانده آمریکایی برقرار کنه. به هر حال در نتیجه این پیام بود که سلیمانی به عنوان یک چهره در رسانه‌های غربی مطرح شد. روزنامه واشنگتن پست در همون سال گزارشی درباره سلیمانی منتشر کرد که توی پاراگراف دومش ادعای او درباره کنترل سیاست خارجی ایران مو به مو تکرار شده بود. وقتی بهار عربی رخ داد و سوریه گرفتار جنگ داخلی شد، توجه به سلیمانی بیشتر هم شد و گزارش‌های بیشتری درباره این نظامی ایرانی منتشر شد.
این اتفاقات کاملا برخلاف سنت نانوشته سپاه قدس بود. در اون روزها هنوز بعضی داخل کشور درست نمی‌دونستن کار سپاه قدس چیه، چه برسه به اینکه آشنایی درستی از قاسم سلیمانی داشته باشند. نقطه عطف ساخت چهره بین المللی قاسم سلیمانی در سال 2013 رقم خورد، زمانی که نشریه نیویورکر گزارش مفصلی درباره قاسم سلیمانی منتشر کرد. توی مطلب بلند نیویورکر قاسم سلیمانی فرمانده در سایه معرفی شده بود، یک نظامی پرنفوذ و کاریزماتیک که موفق شده شبکه‌ای از شبه نظامیان شیعه رو در خاورمیانه سازماندهی کنه و اعتماد بسیاری از این گروه‌ها رو جلب کرده. از اینجا با افزایش شهرت قاسم سلیمانی مستندهایی هم درباره‌اش ساخته شد و در ایران و عراق تبلیغاتی درباره این نظامی شروع شد که تا اون زمان درباره چهره‌هایی که هنوز کشته نشده بودند سابقه نداشت، از تیشرت قاسم سلیمانی گرفته تا حتی موزیک ویدیوهایی که عراقی‌ها درباره این فرمانده نظامی ساختند. سلمان ونريد امان المذهب بيد يمن الله تزيد سليماني شفنا النصر بعيونه جمع ما يردونه راعبهم ينادونه سليماني رجل مشهود. در همین زمان گزارش‌های متنوعی درباره قاسم سلیمانی از تلویزیون ایران هم پخش شد و حتی در ایران برخی از احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردند. مجموعه این اتفاقات بود که باعث شد وقتی سلیمانی کشته بشه التهاب خاورمیانه به سطحی کم سابقه برسه. مهمترین چهره نظامی ایران که شهرتی خیره کننده داشت کشته شده بود و همه منتظر بودن ببینند که ایران چه واکنشی نشون میده. اما واکنش ایران به رغم تبلیغات گسترده به حملاتی کنترل شده ختم شد، نشانه ای از اینکه ایران علاقه ای به افزایش تنش نظامی نداره. این تصمیم از وقوع جنگ جلوگیری کرد، اما در این حال موقعیت ایران در جامعه بین الملل هم آسیبی جدی دید. از محکومیت گسترده بین المللی این ترور خبری نشد و شورای امنیت هم درباره اون قطعنامه‌ای رو به رأی نذاشت. به بیان دیگه، به رغم سالها تبلیغات جمهوری اسلامی و مبنی بر ارتقای موقعیت بین المللی ایران در منطقه، زمانی که مهمترین فرمانده نظامی ایران کشته شد، از قدرت نظامی یا حتی توان دیپلماتیک برای واکنشی متناسب با این اتفاق خبری نبود. به این ترتیب یکی از مهمترین تبعات این ترور ضربه‌ای بود که به اعتبار جمهوری اسلامی وارد کرد، ضربه‌ای که اگرچه جبران ناپذیر نیست، اما جبرانش هزینه قابل ملاحظه‌ای برای ایران خواهد داشت و تا اینجا ظاهراً جمهوری اسلامی علاقه‌ای به پرداخت این هزینه نداره. ممنونم از کیوان حسینی. مایکل کانل، افسر اطلاعاتی پیشین ارتش آمریکا و مدیر مطالعات ایران در CNA، مرکز تحلیل نیروی دریایی آمریکا، از آرلینگتون در ایالت ویرجینیا با ما هستن. آقای کانل، افسران اطلاعاتی، کسانی که با مسائل اطلاعاتی در ارتباط هستن، معمولاً پشت پرده رو میدونن یا اینکه دوست دارن بدونن، آیا در ایران اراده‌ای برای انتقام وجود داشته؟ من فکر میکنم یک اراده از طرف دولت ایران وجود داره. قطعا کسانی هستند در دولت ایران که دوست دارن انتقام اتفاقی که برای قاسم سلیمانی افتاد رو بگیرن. انتقام هم گرفتن. اون موشک هایی که از طرف ایران شلیک شد به طرف پایگاه های آمریکا در عراق، اما اون خیلی اقدامات جدی نبودن. تلفات آمریکایی خیلی چشمگیر نبودن. سربازان آمریکایی آسیب دیدند، اما نشانه ها حاکی از این بود که اون فقط یک پیام کوتاه مدتی بود که ایران میخواست بفرسته. اما من فکر میکنم که اراده در رژیم ایران وجود داره که انتقام قاسم سلیمانی رو بگیره، برای اینکه چهره بسیار مهمی بود، چهره مهمی برای حکومت ایران بود و بسیار مهم بود برای گروه هایی در خاورمیانه که ایران از اونها حمایت میکنه، مخصوصا در عراق. در یک سال گذشته اتفاق خاصی نیفتاده، شما هم اشاره کردید، دلیلش چیه؟ آیا ایران توان چنین کاری رو نداره یا اینکه معمول هست، ممکنه در مدت زمانی دیگه و در شرایطی دیگر این کار رو بکنه؟
بله، اتفاقا شما به این مسئله عجیبی دارین اشاره میکنین. خیلی از کسانی که به مسئله ایران نگاه میکنند این تصور پیش خودشون دارن که یا داشتن که مرگ قاسم سلیمانی باعث هرج و مرج در ایران میشه یا ایران خیلی سریع میخواد واکنش نشون میده. ما در سال گذشته چیز خاصی ندیدیم. بله، اتفاقایی دیدیم که در سطح کم در خاورمیانه و عراق افتادن، حمله هایی که مثلا به سفارتخانه آمریکا شده، اما بخوایم نسبی صحبت بکنیم دوران پرآرامشی بوده. من فکر نمی‌کنم دلیلش به خاطر اینه که ایران ظرفیت واکنش دادن رو نداره. من فکر می‌کنم دلیلش اینه که برای ایران الان وقت مناسب تشخیص داده نشده. ایران می‌خواد ببینه که دولت جدید آمریکا چه کار می‌کنه و فکرم نمی‌کنم که ایران در اون زمان واقعا می‌خواست آمریکا رو تحریک بکنه. بنابراین ایران این ظرفیت‌ها رو داره اما فعلا تمایلش رو نداره برای انتقام گرفتن تا الان. حالا من نمیدونم تا زمانی که دولت بعدی آمریکا سر کار بیاد چه اتفاقی می‌افتاد. ظاهراً دولت آمریکا داره میگه که یه سری تهدیداتی رو دریافت کرده، میترسه ایران یه کارایی بکنه، نیروشو فرستاده منطقه، ولی فعلا که هیچی نشده. بعد صبر بکنیم ببینیم. اما امسال نسبتاً بی سر و صدا بوده. به تأخیر انداختن انتقام گرفتن از ایران از کشته شدن قاسم سلیمانی جو روانی سنگینی رو هم در ایران ایجاد کرده. آیا فضای تبلیغاتی که حکومت ایران شکل داد و همینطور رسانه‌های بین المللی رقم زدند باعث چنین حالتی شده، یا اینکه واقعا قاسم سلیمانی فرمانده برجسته‌ای بود که تصویر درستی از او به نمایش در اومد؟ بله، قطعا مقداری تبلیغات هم در اون حرفایی که حکومت ایران میزنه وجود داره، اما این شخصیت بسیار مهم بود، یک شخصیت مهم و محوری بود برای گروه های شیعه مثل کتایب حزب الله، مثل حزب الله لبنان، برای انصار الله در یمن. قاسم سلیمانی یک چهره محوری بود، یک چهره بود که اونها رو میتونه ساماندهی بده. او 20 سال بود که فرمانده سپاه قدس بود و نفوذ بسیار زیادی هم روی سپاه قدس داشت هم روی مانورهای ایران در منطقه، برای همین چهره بسیار مهمی تلقی میشه. بله، الان سپاه قدس یک فرمانده جدید داره، ظاهرا خیلی حرفه‌ای هست، اعتماد به نفسش بالاست، ولی به این سادگی نیست که بتونه به این راحتی جای قاسم سلیمانی رو بگیره. ترور قاسم سلیمانی چقدر باعث مهار فعالیت‌های ایران در منطقه شد از نظر شما؟ From my point of view, از نقطه نظر من it caused problems for Iran's coordination. کشته شدن سلیمانی یه ذره مشکل برای ارتباط گرفتن و هماهنگی ایران با گروه‌های مختلف در سوریه و عراق ایجاد کرد. روابطی که بالاخره بسته به پیوندهای شخصی هستند. سلیمانی این پیوندهای شخصی رو داشت. در داخل ایران همین رابطه ها مهمند، برای که قاسم سلیمانی میتونست هر وقت دلش میخواست رهبر ایران رو ببینه، میتونست با رده‌های بالای قدرت در ایران ارتباط برقرار کنه. برای همین از دست رفتن قاسم سلیمانی مشکلاتی در هماهنگی و این ارتباط گرفتن ها ایجاد کرد. آیا معنیش اینه که چون ارتباط گرفتن ها ضعیف شده ایران نمیتونه دیگه با این گروه هماهنگ کنه، نمیتونه این گروه ها رو تعقیب به کاری کنه؟ نه، معنیش این نیست، اما یه سری مشکلات برای ایران به وجود میاره که در به مرور زمانی مشکلات حل خواهند شد. ولی فکر کنم که در همون زمان کوتاه بعد از مرگش، بله، یه سری مشکلاتی در هماهنگ کردن ایران با این گروه ها پیش آمد. در آمریکا این تلقی وجود داشته که گاهی وقتها مرده یک مخالف دردسرهای زیادی داره، اگرچه که خب زنده بودن اون هم تهدیده، و گاهی وقتا هم مثلا در آمریکا وقتی کسی رو از میان برداشتن از مخالفان سعی کردن که جسد اون رو از بین ببرن، در اختیار مخالفان قرار نگیره که ابزاری برای تبلیغات نشه. در مورد قاسم سلیمانی چی فکر میکنید؟ آیا مرگ او هم ممکن نیست که تبدیل به یک حربه تبلیغاتی علیه آمریکا بشه؟ ام
من فکر کنم شما به نکته خوبی دارین اشاره میکنین. به لحاظ اطلاعاتی بله، مرگ او میتونه یک تهدید برای آمریکا باشه، چون برای حکومت ایران که قاسم سلیمانی یک شهیده، برای حامیان ایران در منطقه هم قاسم سلیمانی یک شهیده، برای همین کشته شدن قاسم سلیمانی باعث خواهد شد که نیروهای مختلف در منطقه بتونن حول محور گیر بیارن. من نمیدونم در داخل ایران این چه تأثیری روی مردم داشته باشه. گزارش‌های زد و نقیز دیدم که مرگ سلیمانی چه تأثیری روی جمعیت‌های ایرانی در داخل کشور داشت، اما تأثیرش بر روی مثلا حکومت سوریه و گروه‌های مثل کتایب حزب الله واقعا شخصیتی بود که سایه‌اش سنگینی می‌کرد بر اونها و کشته شدن اون میتونه برد تبلیغاتی برای ایران داشته باشه، نه لزوما برد نظامی، ولی به لحاظ تبلیغاتی مزیت‌هایی رو برای ایران با متحدانش در منطقه به بار بیاره. مایکل کانل، افسر پیشین اطلاعاتی ارتش آمریکا، ممنونم از حضور شما در برنامه. در ادامه برنامه گزارش دیگه هم درباره سالگرد ترور قاسم سلیمانی خواهیم داشت، اما با شدت گرفتن آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران، مقام‌های مسئول حرف‌های ضد و نقیضی زدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که با دستور دادستانی مأموران این سازمان از بررسی مصرف مازوت در نیروگاه‌هایشان منع شدند، اما دادستانی این را تکذیب کرده. در این میان رؤسای دو وزارتخانه نفت و نیرو از مردم خواستند گاز کمتری مصرف کنند تا هم نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از مایع سمی مازوت نشوند و هم گاز بیشتری برای صادرات باقی بماند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. جاورت بویلر واحد یک نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان است. این تصاویر مربوط به زمانی بود که دوربین‌های صدا و سیما داخل نیروگاه محمد منتظری اصفهان رفتند تا به مردم اطمینان بدهند که اینجا مازوتی سوزانده نمی‌شود. اما در نیروگاه‌های دیگر حکایت دیگری است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برایش بخشنامه آمده که ماموران محیط زیست نمیتوانند از نیروگاه ها بازدید کنند تا ببیند کجا مازوت سوزانده می شود. قوه قضاییه امروز این گفته ها را تکذیب کرد و گفت ماموران محیط زیست هر وقت بخواهند مختارن به نیروگاه ها بروند. اما دیگر گفته های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم جالب توجه بود. اینکه مازوت مازاد روی دست پالایشگاه ها مانده و برای این است که این مازوت را به نیروگاه ها می دهند، نه به این خاطر که مازوت برای جبران کمبود گاز به نیروگاه ها داده می شود. در ورای این ضد و نقیض گویی ها و پنهانکاری های مقامات، واقعیت ناچاری ایران به مصرف مازوت است. ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازم چاره نیست دیگه کاری نمی تونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه. وزیر نفت امروز با وزیر نیرو جلسه ای داشت. راه حل آنها فعلا صرف جویی بیشتر در مصرف گاز خانگی است. از عنوان جلسه هم معلوم بود حرفی جز این بیرون نمی آید. و آن حرف این که فرهنگ صرف جویی گاز باید بالا برود تا مصرف پایین بیاید. بالاترین مصرف به طور غیر عادی در خانه ها هست و این غیر منتظره بوده. و شاید هم یکی از دلایلش این است که مردم فکر میکنن که اگر پنجره ها رو باز بذارن کرونا میره. 1,000,000,000 متر مکعب تولید و مصرف گاز رقم بزرگی است، یعنی ما خیلی داریم مصرف میکنیم. مصرف گاز در روزهای اخیر که هوا سرد شده به شدت بالا رفته است. ظرفیت گاز کشور کفاف نمیدهد و این روزها سوخت مایع که اشاره به مازوت دارد به نیروگاه ها و صنایع داده میشود. مشتی نمونه خروار نیروگاه شهید رجایی در نزدیکی قزوین است، یا نیروگاه شازند در حوالی عراق. ایران نتوانسته ظرفیت تولید گاز را به حدی برساند که در روزهای سرد نیاز به استفاده از مازوت نباشد. اما مشکل فقط مازوت نیست، موتورسیکلت های قدیمی هم هستند. پلیس ایران 10,000 موتورسیکلت قدیمی و آلاینده را بعد از سالها ضبط در این پارکینگ ها به صاحبانش پس می‌دهد. بیشتر این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری هستند و مثل دیگر منابع متحرک آلایندگی هوا، هوای کلان شهرها را به شدت آلوده می‌کنند. ترخیص موتورسیکلت‌ها در شرایط فعلی نمونه‌ای است از ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی که وظیفه آنها باید مبارزه با آلودگی هوا باشد. این بدون در نظر گرفتن ناهماهنگی بین این وظایف و کارکرد صنایع در ایران است. اینجا اطراف شهر اصفهان است. ببینید صنایع اینجا چقدر آلودگی تولید می‌کنند.
مشابه این وضعیت در داخل کلان شهرها یا اطراف آنها فراوان دیده می شود. از صنایع سیمان گرفته تا معادن شن و ماسه و کارخانه های ریختگری که وقتی گاز ندارند به مازوت روی می آورند. فقط کافی است پدیده جوی مثل وارونگی هوا هم از راه برسد. نتیجهش آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران است که امروز به حد خطرناکی رسیده. نسبت به 10 سال گذشته بهتر شده، اما از سال قبل بدتر. راههایی که میشد جلوی وضعیت امروز آلودگی شهرها را گرفت در دسترسند. قانونش هم وجود دارد. قانون هوای پاک. اگر به درستی اجرا شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. تا دقایق دیگه با کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل در شهر نیو هیون آمریکا صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید اول بریم سراغ علی خردپیر همکارم اینجا در استودیو. علی، چرا مازوت انقدر تبدیل شده به یک موضوع جنجالی؟ ببین جمال، اگر ما فارغ از نظام پالایشگاهی و در واقع بحثی که در وزارت نفت برای ساختار پالایشگاه ها وجود داره بخوایم در مورد مازوت و استفاده از نفت کوره، نام دیگر مازوت، در نیروگاه های حرارتی حرف بزنیم، در واقع امری طبیعی هست. یعنی نیروگاه های حرارتی میتونند به عنوان سوخت جایگزین یا سوخت ثانویه از گازوئیل و مازوت حرف بزنند. اما ما در ایران با مشکل پایین بودن استاندارد یا بد بودن کیفیت فراورده های نفتی از جمله همین مازوتی که شما میپرسی روبرو هستیم. پایین بودن کیفیت نفت کوره سبب میشه که مسئله آلودگی هوا پیش بیاد و نظرها رو جلب بکنه به اتفاقی که هر سال در فصل سرما ما باش روبرو هستیم. یک بار با افت فشار گاز طبیعی، یک بار با قطع گاز، یک بار با قطع برق نظرها جلب میشه به در واقع چرخه‌ای که وجود داره بین وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صنعت و معدن. به این معنی که اگر وزارت نفت با افزایش مصرف گاز طبیعی روبرو بشه، به دلیل اینکه اولویت خودش رو به بخش خانگی یا تأمین گاز بخش خانگی در زمستان میده، مجبور میشه سوخت جایگزین به نیروگاه ها بده، یا به عبارتی میزان گازی که به نیروگاه ها و صنایع میده رو کم کنه تا بتونه بخش خانگی تأمین بشه. و این سبب میشه که در واقع برای مثال امسال میگن که آلودگی هوا وجود داره، به درستی هم میگن، اما وزیر نفت میگوید ما خوشحال نیستیم از استفاده مازوت در نیروگاه ها، اما چاره نداریم. این به معنای این هست که ما گاز طبیعی نداریم به نیروگاه ها بدیم، اگر مازوت هم ندیم شما بی برق خواهید ماند. وقتی حرف از بیبرقی میزنیم سابقه طولانی داره یا کمبود برق. یک زمان یادم هست، حالا بعد از جنگ در دوران آقای احمدی نژاد هم همین موضوع مطرح بود و کاهش فشار گاز هم همینطور برای صادرات. چرا در این 20 سال اخیر حتی فکری به حال این وضعیت نشده؟ به دلیل اینکه یک زنجیره وجود داره. برای مثال همونطور که در ابتدای پاسخم به شما گفتم، استفاده از مازوت یا نفت کوره یا گازوئیل در درون نیروگاه های حرارتی چیز عجیبی نیست. بحث بر سر کیفیت هست. چرا کیفیت پایینه؟ به دلیل اینکه ساختار پالایشگاه های ایران پیر و فرسوده هست و نیاز به بازسازی داره، یا حتی میزان باباستازی پالایشگاه ها به نوعی میزان تولید نفت کوره که ارزان ترین فراورده نفتی هستش کمتر بشه و به جای اون برای مثال گازوئیل با کیفیت بهتری به عنوان جایگزین تعیین بشه و تولید بشه. اما نکته بر سر این هست که چقدر سرمایه گذاری شده در بخش پالایشگاهی ایران، چقدر سرمایه گذاری شده فارغ از اون دوران در واقع دولت موسوم به اصلاحات که در پارس جنوبی ما فازها و طرحهایی رو داشتیم برای تولید گاز طبیعی از میدان مشترک در خلیج فارس، چقدر سرمایه گذاری شده برای تولید گاز طبیعی. این ضعف در سرمایه گذاری و جلب سرمایه خارجی سبب چنین مشکلی و تکرار اون هر سال است.
در مورد سرمایه گذاری وقتی حرف میزنیم، یک بار یادمه که یکی از مقامهای عالی رتبه وزارت نفت گفته بود که ما باید فرش زیر پای خودمون رو هم بفروشیم و در صنعت نفت سرمایه گذاری بکنیم. وقتی به سرمایه گذاری میرسیم بیشتر منظورمون سرمایه گذاری خارجیه دیگه، 100%. و تحریم ها اینجا به نظر میاد که الان یکی از مشکلات اساسیه. بله، تحریم ها یکی از مشکلات اساسی هست وقتی که در مورد سرمایه گذاری حرف میزنیم. در کنار بخش خصوصی نگاهمون به سرمایه خارجی است، به دلیل اینکه اون مبلغ و اون میزانی که نیاز هست در پروژه های کلان انرژی در واقع فایننس یا تامین مالی بشه، باید از خارج از کشور به ویژه از سوی غرب بیاد که صاحب فناوری هستند. اما نکته بر سر این هست، از زمانی که در جمهوری اسلامی ایران بحث تنش زدایی با غرب شروع شد، این بحث نیاز به سرمایه گذاری خارجی مطرح بوده تا به امروز. ما یک مقطعی رو داشتیم که در دوران آقای خاتمی و در دوران دولت اصلاحات خارجی ها، اروپایی ها تا حدی وارد ایران شدند، اما پس از اون دیدیم رفته رفته با دیدن نوعی بی‌ثباتی در سیاست ایران در واقع فرار کردند از ایران. تا زمانی که به نظر میرسه مسائل سیاسی ایران حل نشه و به نوعی با خارج از کشور به آشتی نرسه، همچنان سرمایه و فناوری از ایران گریزونه. ممنونم از علی خردپیر. کاوه مدنی پژوهشگر دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانکتیکت با ماست. آقای مدنی، مردم باید یقه کی رو بگیرن واقعا؟ در این شرایط مقصر کیه؟ مقصرها متعددن. به هر حال در هر کشوری هر موزلی این چنینی رخ بده در سطح ملی، در واقع حاکمان هستن که باید پاسخگو باشن. اینکه حالا چگونه شده به اینجا برسه و در این زنجیره چه کسانی فعال بودن یک بحثه، ولی به طور کلی حاکمانن که در همه مسائل این چنینی باید پاسخگو باشن. کاش میتوانستن یقه کسی رو بگیرن مردم. خب حالا مثلا نقش سازمان حفاظت از محیط زیست در این شرایط چیه؟ نقش سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون اینه که بره مداخله کنه و جلوی واحدهای آلاینده رو بگیره، جلوی نیروگاه ها در واقع تولید برق به این روش رو بگیره، جلوی مصرف کنندگانی که توجه نمی کنن به کمبود رو بگیره. راجع به مردم هم صحبت نمی کنم، چون ما واحدهای صنعتی داریم، نیروگاه ها رو داریم و خیلی از خود ادارات دولتی رو داریم و نهادهای حاکمیتی رو داریم که مصرف گرا هستن و بسیار در نقش بزرگی در اتلاف منابع انرژی دارن. اما سازمان محیط زیست در این شرایط نقشش به یک ویترین تبدیل میشه، یک ویترینی که گذاشتیم اونجا هر موقع این مشکلات پیش بیاد یه فوشی هم بهش بدیم و یک ناسزایی بگیم، اما در نهایت بهش اجازه ندهیم که آنچه که قانون بهش اجازه داده رو عملی بکنه. صحبت در گزارشتونم بود، بحث ما بحث اجراست، بحث کمبود قوانین نیست، بحث این نیست که نقش ها تعریف نشده، همه اینها هست. اما برای اجرایی شدن قانون هوای پاک 17 نهاد حاکمیتی باید با هم دیگه همکاری بکنن. این فقط به در واقع سازمان حفاظت محیط زیست بر نمیگردد. حتی در دولت سازمان حفاظت محیط زیست عملا نمیتونه در این موارد کار شایانی بکنه. فراموش نکنیم که کشور یه سری اهداف داره و برای اون اهداف داره هزینه میکنه. در واقع حاکمیت یک سری اهداف داره، برای اونها داره هزینه میکنه. منابع طبیعی هم جزء اون هزینه هاست، وضعیت کنونی هم جز اون هزینه هاست. شما وقتی که تلاش میکنید که تولید رو بالا در واقع همون جوری که بوده نگه داری یا در یک سطح مطلوبی نگه داری، اشتغال زایی رو ادامه بدی برای اینکه مردم بیکار نشن، برای اینکه ناراضی نشن و اعتراض نکنن، قیمت سوخت ها رو بالا نبری و تولید رو به جاش بالا ببری، روی مصرف کار نکنی، یک جایی این هزینه ها بیرون میزند. بنابراین یک انتخاب داری، یا بیای رو اون مسائل دست بذاری، جلوی نیروگاه ها رو ببندی، واحدهای صنعتی رو ببندی، بیکاری و تولید و هزار مشکل دیگر رو ایجاد بکنی،
یا اینکه از جان مردم و سلامت مردم مایه بذاری به این امید که یک بادی بیاید و بارانی بیاید و دما عوض شود و مشکل حل شود و این زمستان نیز بگذرد. انتخاب دوم هست، برای اینکه مسائل که به اینجا میرسن جنس امنیتی پیدا میکنن و تصمیم‌های امنیتی هستند، نه تصمیمات علمی و نه تصمیماتی بر اساس منطق محیط زیست. خیلی ها وقتی وارد این بحث میشیم مسئله تحریم رو هم مطرح میکنن. اگر ارزیابی شما رو ملاک قرار بگیریم به نظر نمیاد که تحریم مسئله اصلی باشه، درسته؟ من یک گزارشی همین اخیراً هم منتشر کردم، قبل از اونم یک مقاله‌ای در زمینه تحریم. تحریم ها بی اثر نیستن، اما تحریم ها عامل مشکلات محیط زیستی در هیچ کشوری در جهان از جمله ایران نیستند. اینکه اونها رو به عنوان عامل مطرح بکنیم، همونجوری که امروز این روزا مازوت رو به عنوان عامل مطرح میکنیم، در واقع ساده انگاری، ساده سازی مسئله است یا حتی دروغ گفتن است. تحریم ها نقش شتاب دهنده دارن. تحریم ها طراحی میشن که اقتصادها ضربه بزنن، اقتصاد که دچار رکود میشه، دچار انقباض میشه، منابع طبیعی نقش پیدا میکنن، دولت ها برای اینکه بتونن روی پای خودشون وایسن از منابع طبیعیشون استفاده میکنن، خرج میکنن، از جیبشون خرج میکنن، هرچه بیشتر فشار رو بالا ببرن روی منابع محیط زیستی، هزینه های محیط زیستی برای اجتماع میره بالا. اگر هدف پایداری است و وایسادن در مقابل تحریم ها و ادامه دادن، این اتفاق میفته. مشکلی نیست که ایران توانایی ندارد، این رو توجه بکنیم. ایران توانایی دارد، کشوری که میتواند موشک بسازد، میتواند در زمینه فیلتر خودروهای در واقع دیزلی و خیلی چیزهای دیگه هزینه بکنه، میتواند در زمینه تکنولوژی محیط زیست و فناوری محیط زیست و فناوری در پالایشگاه و پتروشیمی ها کار بکند، تواناییش رو دارد، میتواند حتی اون اقلام رو تهیه کنه با قیمت گزاف اگر اولویت براش داشته باشه. اما در شرایط این چنینی، اون چیزی است که در گزارش هم گفته میشه، تحریم ها یه کارایی دارن و اون اینه که توجیه میکنن نپرداختن به محیط زیست رو در شرایط اضطرار، برای اینکه شرایط اضطرار به اون حاکمی که برای ایدئولوژیش داره تلاش میکنه این رو میگه که منابع رو باید گذاشت، مسائل امنیتی رو باید بهشون پرداخت و از مسائل دیگری که اضطرار شاید نداشته باشن چشم پوشی کرد. بنابراین در شرایط اضطرار، در یک سری روزهای اینجوری، شرایط وارونگی، صحبت‌ها زیاد، جنجال زیاد، حرف‌ها زیاد زده میشه، اما بعد از اون فراموش میشه. بنابراین تحریم نقشش اینه، یک کاتالیزور برای این مشکل است، مثل کاتالیزورهای دیگری نظیر فساد، نظیر ناهماهنگی، نظیر مدیریت بد، نظیر رکود اقتصادی و غیره. آقای مدنی خیلی کوتاه، به نظر میاد که یکی از مشکلات بالا بودن میزان مصرف روزانه انرژی هم هست. الگوی مصرف الگوی خیلی درستی هم به نظر نمیاد که باشه. در تمام این سالها سعی کردن که آموزش عمومی و سطح دانش عمومی رو ارتقا بدن، فرهنگ عمومی رو در این زمینه بالا ببرن، به نظر نمیاد خیلی مؤثر بوده. چرا؟ نه، یعنی به نظر من تلاشم نکردن. یعنی شما با 4 تبلیغ تلویزیونی و اینستاگرامی که نمیتونی فرهنگ رو عوض بکنی. تلاش جدی میخواهد. و نهادهای ما کجا هستند؟ من فراموش نمیکنم چیزی که به دنبالش بودم، از خودمان شروع کنیم، در بدنه دولت و بدنه حاکمیت کدام ساختمان دولتی مصرف بهینه دارد، کدام ساختمان نهاد حاکمیتی مصرف بهینه دارد که از مردم انتظار داریم این گونه باشد. بله، در همه زمینه ها، نه فقط انرژی، آب، غذا و خیلی از مسائل دیگر، ملت ما، کشور ما مصرفگرا هست، به خاطر اینکه مدیرانمون تنها دغدغه‌ای که داشتن تأمین به هر قیمتی بوده، افزایش تأمین آب، افزایش تأمین غذا، افزایش تأمین انرژی بدون توجه به الگوی مصرف. اینجور شرایط در این مقاطع به نظر من نباید به مصرفگرایی گیر داد، به خاطر اینکه این لحظات بحرانی است که محصول انباشت مشکلات است، مشکلات مدیریتی است و پرداختن به الگوی مصرف و صحبت کردن در الگوی مصرف در اوج بحران یک نوع خیانت است و فرافکنی است. اما بله، این موضوع بسیار موضوع جدی است و روش کار نشد. آقای مدنی خوشحالیم که اون مشکلاتی که برای شما پیش اومد کار رو به جایی نرسوند که الان شما رو در کنار خودمون نداشته باشیم و لبخندها رو هم بر لب شما نداشته باشیم. ممنونم از کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل از نیو هیون آمریکا با ما.
تنها چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، جنبش تغییر نام مکانها و خیابانها به نام او در ایران شروع شد. شوراهای اسلامی شهر و روستا جلسه‌های فوق‌العاده نامگذاری تشکیل دادند. از قشم تا رشت و لاهیجان، از اسلام آباد غرب تا سبزوار، ساختمان، کوچه، خیابان، اتوبان و میدان بود که به نام قاسم سلیمانی میشد. اما تنها مکانها نبودند. 300 عنوان کتاب، بازی رایانه‌ای، انیمیشن، فیلم، مستند و همینطور و مسائل دیگه درباره او تولید شد. تبلیغاتی که در نوع خودش بی سابقه بوده. فاطمه جمالپور در یک گزارش دیجیتال نگاهی کرده به این تبلیغات. ده موافق از 17 نفر از حاضرین نامگذاری به تصویب رسید. با این هزینه‌هایی که میشه نه سردار سلیمانی برمیگرده نه دردی از مردم دوا میشه. به نظرم این کوچکترین کاریه که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده برای جبران شاید 100% از خدمتهایی که سردار سلیمانی به این مملکت کرده. تغییر اسم خیابون فقط تو تهران به اسم استاد شجریان چقدر با کشمکش خیلی زیادی روبرو بود، ولی تغییر اسم خیلی از خیابونهای اصلی به نام آقای سلیمانی چقدر راحت و بی دردسر داره انجام میشه که مشخصا یه سری دوگانگی خاصی بین ملت و حکومت هستش. جایزه ویژه حاج قاسم سلیمانی، 38 جشنواره فیلم فجر. قاسم حسن، من خودم میرم جلو ببینم چی کار میتونم بکنم. اولین باری که ترس از قاسم سلیمانی تو چهرهتون دیدم خوب یادم. من پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان. آقای سلیمانی به این دلیل مطرح شد که در واقع اول غربی ها و رسانه های غربی بودن که آقای سلیمانی رو به عنوان قهرمان و به عنوان سوپرمن شناختن، و چون دستگاه های رسمی تبلیغات ما بی اعتبار هستن، به استناد اعتبار رسانه های غربی این قهرمانی رو پذیرفتن و تبلیغ کردن. 5 سال پیش که ما نظرسنجی کردیم حدود 45% مردم ایران اسم سردار سلیمانی رو نمیشناختن. به نظرم اگر چنین تبلیغاتی نشه جای تعجب و پرسش داره، به دلیل اینکه به هر حال جمهوری اسلامی تلاش کرد با تبلیغات رسمی و غیر رسمی سردار سلیمانی رو به عنوان سرباز و سردار وطن بشناسونه. این باور در بسیاری از مردم تقویت شد و باور کردن که اگر سردار سلیمانی ها نباشن داعش در تهران خواهد بود، و حالا که این تبلیغات فروخته شده و بسیاری از مردم اون رو خریدن، حالا باید ثمراتش رو بهره برداری کرد و شاید چه چیزی بهتر از سالروز ترور ایشون که بتونه مردم رو دوباره تشجیع کنه و تشدید کنه اون ایده هایی رو که پشت اون تبلیغات بود. سازمان صلیب سرخ به بی بی سی فارسی گفته که 3 روز از پناهجویان در اردوگاه لیپا اعتصاب غذا کردند. 11 روز پیش کمپ لیپا در بوسنی گرفتار آتش سوزی شد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. هوا بس ناجوان مردان سرد است. برای پناهجویان اینجا در نزدیکی شهر بیاچ در شمال غربی بوسنی و هرزگوین، مردان آواره‌ای که 11 روز است در سرما گرفتارند. این اتوبوس‌ها قرار بود به شهر برادینا در جنوب این کشور منتقلشان کنند،
به پادگانی نظامی تا موقتاً سرپناهی داشته باشند و از زمستان سرد جان سالم به در ببرند. اما بعد از 36 ساعت انتظار مقام های بوسنی نظرشان عوض شد. از دیشب تو اتوبوس بودیم. به ما گفتن میفرستندمون به سارایوو یا شایدم کمپ بیرا در شهر بیهاچ. نمیدونیم. دقیقا نگفتن چه بلایی سرمون میاد. اما گفتن چیز خوبی در انتظارمونه. ولی متاسفانه دستور دادن که از اتوبوس ها پیاده شیم و برگردیم به لیپا. کمپ پناهجویان لیپا خانه اولشان بود. و این چیزی است که از آن به جا مانده. اردوگاهی موقتی که 9 ماه پیش با شروع کرونا برای پناهجویان برپا شد و 11 روز پیش آتش گرفت و سوخت. ساکنانش حالا در برزخ بلا تکلیفی ماندند. ارتش بوسنی در همین مکان اقدام به ساخت اردوگاه دیگری کرده. کمک ملموسی که ارتش میکنه ساخت 30 چادر بزرگ برای اسکان 1500 نفر با بیش از 1000 پتو و 300 کیسه خوابه. صلیب سرخ در بوسنی به بی بی سی فارسی گفت که پناهجویان در اعتراض به وضعیتشان چند روز است دست به اعتصاب غذا زدند. صلیب سرخ از زمانی که این اتفاق افتاد شروع به توزیع غذا کرد. گروه امداد ما هر روز برای کمک رسانی و پخش غذا در محل حاضر بوده. اما در 3 روز اخیر پناهجوها به امدادگران ما گفتند که دیگه نیازی به غذا ندارن چون در اعتصاب غذا هستن و تا زمانی که مشکلشون حل نشه ادامه میدن. یکی از پناهجویان ایرانی که تجربه زندگی در کمپ لیپا را دارد و حالا به اردوگاه دیگری منتقل شده به ما گفت شرایط پیش از آتش سوزی هم اصلا مناسب نبوده. در این کمپ متاسفانه امکانات خیلی حداقلی وجود داشت. در اصل یک سرپناهی بود برای پناهنده ها و شرایط مناسب نبود، به طوری که خیلی از پناهنده ها حتی نتونستن اونجا توقف بکنن و از کمپ خارج شده بودن. حتی با اینکه امکانات خوبی نبود میخواستن که از سرمای بیشتر و از بارش باران و برف در امان باشن. بیش از 900 نفر در زمستان بوسنی گرفتارند که هدفشان فعلا زنده ماندن در این سرمای جانسوز است. پرهام قبادی، بی بی سی. ممنونم از همراهی شما با 60 دقیقه.